درود به بینندگان عزیز ایرانی، بخصوص گیلان و لاهیجان. هفته دیگر با ما عزیزان من با هم دوباره در مقابل دوربین با شما کلگوی بزنیم. خداوند شکر کنم که هفته دیگر بتونستم سیو سالیم با شما به صحبت بنشیم. امیدوارم که هر جای ایران زمین ایزن شیمه خوش بگذره، هر جای دنیا ایزن شیمه خوش بگذره. دست خداوند در این روزای پاک در زندگیتون باز بون و برکت خداوند جاری بون. برنامه با دعای آغاز کنم. خداوند شکر گذار و سپاس گذارتم برای این لحظه، برای این وقتی که به من دادی ای خداوند تا بتونم نام تو رو جلال بدم. ای خداوند هرچی از زبان من بیرون میاد خداوند نام تو رو جلال بده ای خداوند، و هرچی از افکار من بیرون میاد ای خداوند از حکمت تو باشه. پدر جان شکرگزار و سپاسگزارتم. به نام عیسی مسیح برنامه را آغاز میکنم ای خداوند، و برنامه را در دستای خودت بگی و خودت کنترل و خودت هدایت کننده باش. به نام عیسی مسیح آمین. خو عزیزان من، لایجونین گرامی، گیلونین خوب، امیدوارم که خوبین، خوش گذر نشیمی. به الاخره زمستون بوش و بهار با ما الان دونم فصل شکوفه، فصل سبزی. اتفاقا الان زیبایی که گیلون زمین دانه خیلی خوشگله. جای ما خالی که من نیم بایم ایران و من نیم بایم لایجون بینیم. بلی خوب هر جا ایسایم در فکر شما ایسایم عزیزون و در فکر ایرانین ایسیم که بخوایم ایرانین همه جا سرفراز بون و خداوند برکتش جاری بون در زندگی همه شما. دونینی هفته، هفته پاک، هفته ایست که امروز عیسی مسیح خداوند به صلیب بکشن، فقط به خاطر که گناه بشر پاک کنه، داب تلوانه خودشه بر روی صلیب بنه. هیچ کس زور من نیست خداوند بگو که بی بوشی روی صلیب، ولی چون خواست اراده پدر آسمانی بود و خواست ارادهش بود که تمام گناهان دنیا بگیره و با خون عیسی مسیح پاک کنه، این افتخار به من گناهکار بده که مفرزند خداوند بگم. واقعا شکرگزار خداوندم که به خاطر مو روی صلیب بشه و به خاطر من گناهکار خون پاک خودش بکله. اینه گوته دارم. یک دونه یک روز خیلی ناراحت بودم که ای خداوند ببخش ما، ممنونم گناه بودم ولی بخشیده بودم یا نه، چون یه چند سالی به مسیحیت ایمان بردم و چون از مسیحیت کاملا چیزی ندونستم، چون بالاخره باز اون دین قبلی می ایسا هم میسه او تو رفتار بودم، مثلا یه دروغ مصلحت آدمیز گودم، یه منونم فلانکار بودم، غلطاگری داشتم بالاخره به هر صورت که همه دانن. بعد یک شب خیلی ناراحت بودم، خدای واقعا مو بخشیده بوم، از اون طرف و همی طرف ندونم چی دوم، الان درایی میسم ندونم بخشیده بوم نبوم. وقتی خواب بدیم در روز قیامت بوم، بالا ایسم خداوند در تختی نشته که پر از نور، فقط مو نورت اینم بینم، خداوند به صورت نور در روی تخت نشسته بود، متینسم نور بینم. بعد از او همه وقتی صفی سوون شاد میلیون ها آدم ایسابون که قصد نگاه بکنن، چون نوبت برسه که چون قضاوت بکنه خداوند، نوبت برسه بمو بای تو که بمن بدیم یک دونه کاغذ رول پهنایش اینقدر درازی، شاید بگم 50 متر یا همچی چیزی 40 متر 50 متر بودم. ای خداوند بس مو بهشت تو راه ندنم اگه تو بمون. خداوند یک شیشه، یک لیوان سفید بیتی که قرمزه، چون مو پرسپولیسی هم بقیتی نمون قرمز دارم همشه یک لیوان سفید بیتی خون عیسی مسیح بپاشونه می کاغذانسه، می گناهانسه بوده به خون عیسی مسیح تو بخشیده وای. امروز روزیسه که خداوند عیسی مسیح بقیتی من و گناهکار بوشه روی صلیب و بعد از 3 روز قیام بوده و از مردگان بیرسم اومد بیرون. بعد خداوند خودش هم گود به شاگرداش، به شاگرداش گود که ما گینن بینن اوره، ما شکنجه کنن، ما شلاغ زینن، بعد از بعدم ما روی صلیب
کوشنن بعد از سه روز ولی ما بیرسن، ولی چون شاگرده اون موقع واقعا متوجه نبون که عیسی مسیح چی بوده دریشونه، چون از چیزهای الهی که آگاهی نداشتن، ولی با این وضع اینقدر عیسی مسیح گود که مو سه روز بعدش بیرسنم قیام کنم از مردگون، و عیسی مسیح قیام بوده از مردگون. ما امروز که روز صلیب کشیدن عیسی مسیح عزا نگینیم، چون ایمان داریم که خداوند سه روز بعدش قیام کنه و زنده، و چون خدای زنده ما پرستنیم، ما با او خدای زنده زندگی کنیم و او خدا رو پرستنیم که به خاطر من گناهکار بشه روی صلیب. اینه گونه خداوند، اینه گونه پدر که واقعا فرزندانش دوست داره، رهبر اونی که جان خودش بنه برای ما، این رهبره که تینم بهش تکیه بکنم، این رهبره که تینم بهش اطمینان و اعتماد بدارم و ایمان بدارم که هرچی در زندگی خانم به ما هدینه. شما همچنین که فرزندان خودتونه هرچی خانم به ایشون هدینی، پدر آسمانی هم همینجوره. ما وقتی مسیحی بنیم، الان این با مسیح اوشانی که مسیحا گوترم، ما وقتی مسیحی بنیم، قدرت روی خداوند در درون ما جاره، یعنی به نام عیسی مسیح وقتی دعا کنیم ایمان باید بداریم که دعای ما برآورده بنه، چون خدا قدرتی به ما اده. اینی فکر بگون تو تریلیارد دلار پول به تو ادن، این پول مال تو کی نیه، پولی سه از طرف پدرت به ما باید اده، یا مال کسی دیگره که نگون آقا پخش بکن بین مردم. بس مو حق دارم این پول هر جوری تینم پخش بکنم، و چون پول مال خودم نه، اونقدم نترسنم روش پخش کنم، این عدینم اون عدینم هر کسی بدیم عدینم. بس این مسیح وقتی وام روح القدس هم آتش روح القدس در درون ما، نه این قدرت همه ما مسیحان داریم که وقتی به نام عیسی مسیح دعا کنیم دعای ما اجابت بکن. بایستی ایمان بداریم که ایجوری بون، بایستی ایمان بداریم. بیلا من که اچی مسیح بوم که چی از دین دیگر به دین دیگر بوم، نه، این قدرتی که خود عیسی مسیح بفرماسه بوده. وقتی شما به مو ایمان ابینین، بالاتر از من تینین کار انجام بدین، بالاتر از من، حتی کو تینین بگین، مثال کو بگین، از کویر بکنده بون به دریا بیفته. یعنی اینقدر قدرت دانیم ما، قدرتی که از خودم، از خودم که چیزی ندانم، که هرچی دانم از خداونده، چون خدا بفرماسه مو ایمان دانم که خداوند حرفش حقیقت و خداوند، چون حقیقت ایمان دانم که هر کاری به نام عیسی مسیح بکنم باعثی ایمان بدارم که ببون. اینه به این ما مسیحیان گفته دارم که ما این قدرت دانیم. شاپور یا هر کسی به نام هر کس جدا از همه چیز نین، یا میگم مثلا این مس مخصوصی دانه، نمیدونم درست عطایا خداوند به هر که یه عطایا یادینه، یه نفر معلم کنه، یه نفر واعظ کنه، یه نفر شفا دهنده کنه که دست بنه روی مریضون، بالاخره عطایا خداوند اینه، ولی این قدرت ما دانیم، چون این قدرت خود خداوند به ما عده. چون به موعده وقتی دست نینم روی مریض، باید ایمان بدارم که اون مریض شفا پیدا کنه. ویلا اگر این نبون، برخلاف حرفای خداوند کار کردم، یعنی قبول ندارم که خداوند هرچی معبوده درسته، چون برای که برخلاف شدرم خدا معبوده یک کار تینی بکنی، منم بونم تینم بکنم، ایمان دارم که تینم بکنم. ببخشید همین لیوان قرمزه بخاطر همون یه ذره طرف تا بریم بدم معلوم بگون دیواره معلوم بگون که همون پیرس پولیسی هیم فرقی نکنه. همه یه فوتبال الان خیلی خوبه با نگاه میشیم فوتبال می، الان واقعا فوتبال ایران خیلی خوبه با تازگی ما فوتبال ایران نگاه کنم، اینم تاکتیکشون همه چیشون خیلی سرعتشون خیلی خوبه با اینی اروپایین که نه اروپایی، ولی خود تقریبا یه 50% ازشون یاد بیتن با این مربی امدانی، مربی بدینه خیلی خوبه، ولی اگه قدرش بدونم بدبخ هر روز میسه که استفاده داره دوباره هنه، هرچی این
قولدنه یک دنه بازی تدارکاتی بدبختی ننینن حقی منو دانم این همه پولی که انه ایرانی میان کراشنه معلوم نیه ما تینیم 60 میلیارد در 4 سال به سوریه کمک بکنیم 60 میلیارد دلار کمک بکنیم بعد من یک دنه فوتبالی که مثلا مرکه 20 میلیون یا 50 میلیون خریدنه یا 100 میلیون خریدنه دری 4 سال که به جام جهانی با او خرج بکنیم همش ما البته ای مردم اینقدر بدبختی و بیچارگی دارن که ای که اصلا جای خودش دارن علی که بخوایم مثلا فوتبال علی بگیریم ولی کلا تمام رشته های ورزشی کار کنن هیچ چی اصلا ایرانی من الان طوری بود که آقا فقط معذرت خنم فقط میسی که خنن همدیگر سر کلا بنین پول بیشتری ببرن زیر پای همدیگر خالی بکنن ای چی چیزی است چی خوشحالی دانه برای من فرد الان نه چی مثلا چی لذتی خم ببرم بینم که تو مثلا برادر ایرانی مو خواهر ایرانی مو پدر ایرانی مو مادر ایرانی مو بخم به تو داغو نکنم تا تو دیم زمین جای تعجب آدم واقعا چیزای خونه در فیسبوکون در چیزای در تمام تویتر رو دین ندانم واست اپ رو ندانم تلگرام و ایشون چیزهایی که اینه آدم واقعا تعجب کنه یه جایی بخوندم که یه مادر خیلی یه اینو گوش بدیم واقعا ایرونین منو دانم آدم تنخ هم بلرزه وقتی یه حرفون آدم زیاده شوخی نه یک مادر برای فرزندان خودش از جان خودش هم گذرنه این کاری انجام دینه که بخواه که چی بکنه خوش زک خوشحال ببون خوش زک در زندگی پیروز ببون خوشبخت ببون ولی مادری بچه دوستم که دختر خودشه شوهر دینه بعد از یه مدت با شوهر دخترش فرار کنه خیلی همه اصلا یه چیزایی از ایران آدم اینه اصلا که تعجب واقعا جای تعجبه مادری که دخترش شوهر بده برای خوشبختی و آرزو خم بگونه شوهرش بیگینده فرار کنه با او شنه یعنی مادرزم با داماد فرار کنن شنن آدم کشی بگو واقعا یه چیزی زیگه آدم ندونه واقعا بعضی موقع آدم گیج آبنه بعضی موقع یک خبرهای آدم ایشتون از ایران چقدر از نظر فرهنگی بون بزیر چقدر از نظر فرهنگی بون هرچی مردم باسوادتر آبادرن میسی که از او طرف میسی که سقوطشون خیلی راحتتر آبادره البته من خنده کردم خنده غصه وار خنده کردم یعنی واقعا آدم دلش درد گینه وقتی این خبرون ایشتونه وقتی این آدم ایران آدم ما که 20 سال از ایران بیرون ایستم ایران مو ایتو تیک پاره بودره مردمشون اینجوری رفتار کنن آدم واقعا خجالت کشنه شرم آدم کنه که مادرزن با داماد فرار بکنه بوشون یا یک نفر بوشو دزدی بکنه یک تا زنه انگوشتر خاصی بیرون باره بده بیرون ننه زنه که دست بش کنه یه انگوشتر بیرون باره بوشنه وای خدا منو دانم یعنی آدم برای یه انگوشتری که مثلا 10,000 تومان اونو پول بون یا 100,000 تومان اونو پول بون که الان هیچ ارزشی ننه بخواد یک نفر دست خوردا کنه بتونه و انگوشتر بیرون باره واقعا ندانم به کراش و داریم به کور رسیه داریم ندانم واقعا ندانم بیروز جان یه دونه سرود بیزار ما برگردیم چون برای اینکه سویم آمدی مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من آرامی دارم
اینک برای این همه لطف و مهر فراوان با تسلیم قلب خود می سرایم. می خوانم شکرم 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 خداوند. می خوانم شکرم 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 خداوند. به جای فدا شدی بر صلیب مصلوب گشتی و زندگی جاودان عطا کردی. حاضرم نزدت آیم و به چشمان تو من خیره شوم. میخوانم درودی دوباره به مردم گیلان زمین، به ایرانیان عزیز. بعضی چیزها رو من گفتم، الان ربطی نداشت، ولی من میخواستم از عیسی مسیح بگم. اولش هم گفتم، ولی واقعا آدم به جایی میره که نمیدونه با این ایران چیکار بکنه. به هر حال گیلانیان عزیز، امیدوارم که هر جایی عیسی با سلامت ببینیم، با خوشی. عیسی مسیح در شبی که این دستگیر بودن، بعد اون شب قبل از که این دستگیر بگونن، خداوند یه جای ایته با شاگردانش بشه بنیشته و درس فروتنی خواست به شاگردانش، چون شب شام آخر معروف همه دونی تابلوی شام آخر هم بدین. شام آخر خواستی به شاگرداش فروتنی، درس فروتنی بده. دور هم بنیشتن. بعد بوده که ما گینن، بینن، شکنجه کنن، ما زینن، بدترین یانت با اون کنن، با صلیب کشنن. بعد از 3 روز مو زنده بنم. ولی درس فروتنی به ایشون قصی بده. هولا بگینه با آب شاگردان گونه که مو همه شموی شاگردان پاک هم بشارم های. ای کسی که خداوند صاحب اختیار همه دانه، به خاطری که درس فروتنی به این شاگردان بده، به این سونون بده، حوله بگینه با آب که پای شاگردان بشوره. یکتی پای شاگردان خودش شست و با حوله پکا بود. به پیتروس برسه، پیتروس بوده که بده تی پا بشارم، بوده نه مگه بنه تو می پا بشاری؟ بوده نه بایسی تیپا بشورم. پیتروس بوده که نه خداوند نبنه، همچی چیز اجازه ندینم که توی کار بکنی. پیتروس چون همیشه در سخنوری اول بود، همشه هم خرابکاری هم بود البته. بعد عیسی مسیح بفرماسی که اگه متیپا نشورم، منو تو می غد تابنه، یعنی دی ارتباطی با هم نداریم. بوده که اگه ایطوره به تمومی بدن هم بوچاره، می سرسورت هم بوچاره. بوده نه، کسی که عموان بوده تمیزه، موفقه خانمه تیپا بوچارمه، اجازه بده بالاخره پا بوچسته. خداوند در این درس کیشونه بده، فقط پاشوری همدیگه نیه، ایشونه نشون بده که باید چقدر فروتن ببون، چقدر باید برای مردم کار انجام بدن، چقدر سختی باید بکشن، چقدر باید با محبت ببون، چقدر انسان
شما الان نگاه بکنیم مثلا اگه تریفیق با یک جا مثلا اگه زمان قدیمی تو بود یه دونه پارچه بردن یه دونه که آب مردم دست بوشورنه، ولی الان تو اگه یک نفر مار رفیقی اگه یک دفعه بخوای اونو پا بوشوری نوشونی، یا مثلا اگه اون دست بوشوری نوشونی، ولی خداوند درس بده که نه بنه که تو پای هم دیگر بوشوری، بلکه خدمت کردن به هم دیگر، دوستی از هم با هم دیگر، دوست داشتن هم دیگر، کمک کردن هم دیگر، نه نارو زدن، نه کلک زدن، نه دوست رفیق که به توی اطمینان کنه بای زیر پاش خالی بکنی، تمام زندگیش ازش هگیری. عیسی مسیح این امره یاد بده، یاد بده که انسانان رو دوست بداریم، حتی برای دشمنان خودمون دعا بکنیم. عیسی مسیح جان خودش بنه، خون خودش فوده، وقتی فقط لحظه که روی صلیب سبو که ما از خدا جدا نبیم، چرا عیسی مسیح در دعای خودش حتی عرق خون با ما ازش وقتی دعا کرده و که خدایا توی پیاله جام از مو بگیر، نترسی ابو عیسی مسیح. عیسی مسیح به خاطر که اون لحظه گناه کی تمام گناه دنیا بر دوش عیسی مسیح همه خاصی از خدا و موقع دورابون اون لحظه نخست که از یک لحظه از خدای پدر دور بمون، یک لحظه. ما هم همینجوریم، وقتی از خدا دورا بنیم زندگی ما به تباهی کشیده بنه، زندگی ما نابوده بنه، دیگه اخلاقیاتی وجود ندنه توش، شرف و انسانیتی وجود ندنه توش. وقتی از خدا دورا بنیم شیطان وارد زندگی ما بنه، وقتی شیطان وارد زندگی ما بود ما رو به بیراهه کشنه. کسی که با مسیح راشنه حقیقتا زندگی تازه پیدا کنه، کسی که با مسیح عهد بستنه واقعا زندگیش ایرورو بنه، تبدیل بنه. عیسی مسیح به ما به خاطر من و تو روی صلیب بشه که من و تو تبدیل ببیم، انسانهایی ببیم با محبت، انسانهایی نبیم که خشم و کینه تمام زندگی ما رو نابود بکنه. بخشش بداریم، همدیگر ببخشیم. یه خانمی داشت صحبت کرده بود که گفت که مو از پدرمو خشم داشتم، به حدی خشم داشتم که اصلا دیم من نیستم میپیره ببخشم. وقتی به عیسی مسیح ایمون بردم بدیم که عیسی مسیح چی کاری برای مو انجام بده، جان خودش برای مو بنه، مو تمام و بدیای پدرمو ندیده بایتم و ببخشم. وقتی هم که ببخشیم اینی خیالی آبی روی آتش بریختن، مو سبک آبم. وقتی بخشنی از درون سبک آبنی، از درون آزاد آبنی. وقتی تا موقعی که نبخشی این خشم نه اینکه تا زندگی تازهی بر تو نبینه، بلکه زندگی تو رو نابود آکنه. خشم و کینه و نبخشیدن زندگی ما رو نابود آکنه. بایم بخشش بداریم، بایم یکم همدیگر همه به دوستونه رفتار بکنیم، اینقدر همدیگر نارو نزنیم، اینقدر کلک نزنیم به همدیگر. مرقس شماره 16، به نام عیسی مسیح امروز دعا کنم که به نام عیسی مسیح هر گرفتاری که در زندگی شما نه با قدرت نام عیسی مسیح حل ببون و این کینه و بدبختی و این خشم از ایرانیان دور آبون. در نام عیسی مسیح امروز دعا کنم در این روز عزیز، همینطوری که خداوند به خاطر من و تو برای همه گناهان بشر روی صلیب بشه، امروز دعا کنم با قدرت نام عیسی مسیح همه ایرانیان از خشم آزاد آبون، از کینه آزاد آبون، درونشون صاف آبون، بخشش بدارن نسبت به همدیگه، به همدیگر مهربون با محبت ببون، کلک نزنیم به همدیگر،
باید دست کسی رو بگیرین، ایروزون بدبختی و بیچارگی در ایران فریاد کنه با همه ثروتی که ایران دنه، ولی مردم اینی چی بدبختی و بیچارگی دنه. امروز دستتون رسنه به این مردم بدبخت و بیچاره کمک بکنین، واقعا دستتون رسنه یه لقمه غذایی براشون ببرین، یه آبی ببرین، یه لباسی ببرین، یه پا اندازی ببرین براشون بندازین. امروز با این محبت خداوند رو نشون بدین، تو محبت خدا رو نشون بدی، ببین عیسی مسیح، ببین خدای پدر چی کنه برات، ببین چقدر برکت در زندگی، ببین چقدر آرامش در زندگی ببینی. وقتی به عیسی مسیح ایمان ببینی، از درون عوض آبانی، درون ده او سابقه نه که مردم کینه بداری، نبخشی، بخوای کلک بزنی، بخوای دروغ بگی، بخوای قسم علکی بخوری، بای علکی ندونم تظاهر به دینداری بکنی، بشی ندونم برای مرده سر کله خودت بزنی، از مرده حاجت بخوای، نه. وقتی به عیسی مسیح ایمان بینی، یک فردی جدید بنی. این خداوند بود، وقتی به مو ایمان بینین تولدی تازه پیدا کنین، تولد تازه در زندگی تو، نه تولدی از رحم مادر اگه دوباره، بلکه تولدی که زندگی تبدیل به همه چی دیه، او سابقه نی، همش خانی محبت بکنی، همش خانی کمک بکنی، همش خانی دست یه نفر بگیری، دل یه نفر شاد بکنی. بین امروز ایرانیای ببیم ایجوری مو ایمان دنم که خداوند برای ایران برنامه دنم، مو ایمان دنم که خداوند مردم ایران لمس کنه، روی خداوند الان در ایران واقعا در تمام جای ایران ایسا، ایمان دنم که خداوند در فردای آینده ایران، ایران به حدی نورانی کنه که نورش بر همسایگانش بتابه و همسایگانش بن اوره، بگن که بشیمه در این زمینی ایران برکت بگیرمه. همینجوری که خداوند در ارمیای 49 وحده بده، ایمان دارم که به زودی زود انجام بنه. بایم عوض آبیم و اینقدر دست به چوب و به دیوار و به مرده توندیم، بایم به طرف این خدای زنده دعا بکنیم، حاجتی که خانیم از خداوند بخوایم، از خدایی که تمام زندگی مال اونه، هستی و نیستی و دست اونه. تو با خدای زنده صحبت بکن، زانو بزن در نام عیسی مسیح، بخوا ببین چوی خداوند، ببین اصلا درونت اصلا یه جور دیگه بنه، اصلا رفتار و کردارت یه جور دیگه بنه. عیسی مسیح در وقتی بعد از قیام بوده بیرسه به ما، به این زاکون زایی را بود، 50 بار به ایشون زایی را بود، به ما ایشون برجی بعد از زنده بود، به ما در میان شاگردان، شاگردان یک نفر نیسه بود، همه این بدین یک نفر به نام تومان نیسه بود. بایم شک از خودمون دور بکنیم. بعد از یک روز که تومان ایسه بود، دوباره عیسی مسیح به ما در میانشون زایی را بود. بوده توما به دست روی پهلوی نیزه زده ایمو بنی، دست روی سوراخ‌های دستم بنی، اینقدر بی ایمان نباش، شک نکن، تا بدونی که خودمم با هم در میان شما. وقتی دست بنه تازه بوده ای خداوند، خدای من، اون موقع بوده تو الان ما بدی گونی خدا، خداوند خوش آب و حال و آن کسی که ندیده به من ایمان آورد. سپس به ایشان گفت، حالا باید به سراسر دنیا بروید و پیغام انجیل را به مردم برسانید. کسانی که ایمان بیاورند و غسل تعمید بگیرند نجات میابند، اما کسانی که ایمان نیاورند داوری خواهند شد. کسایی که به عیسی مسیح ایمان نرم باید بشون او دنیا داوری ببون که بینن چقدر کار خوب بودن، چقدر کار بد بودن، اون موقع
شاید روز ببون دیر ببون موقعی است که دیم من نیم خودمون نجات بدیم. الان که تینی خودتون نجات بدین، هر گناهی که بودین زانو بزنیم به نام عیسی مسیح، بگیم خداوند ما هر گناهی بودم توبه کنم، به نام عیسی مسیح توبه بکنین و از خداوند بخواین که در خانه دل شما وارد ببون و زندگی شما را عوضا کنه. فقط دو کلمه هم بگین: خداوند ما گناهکارم، امروز ایمان دنم که تو خدا و خداوند می آید و ایمان دنم که تو برای من گناهکار روی صلیب بوشی، بعد از 3 روز قیام بودی و زنده از مردگان بیرون با مای. این فقط اعلام بکنی امروز عیسی مسیح در قلبت ساکن بنه، روح القدس در وجودت ساکن بنه و به قدرت روح القدس تینی دعا بکنی برای هر مریضی دست بنی مریض شفا پیدا بکنه. کسانی که ایمان می آورن با قدرت من ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، مارها را برخواهند داشت و در امان خواهند بود، اگر زهر کشندهی بخورن صدمه نخواهند دید، دست بر بیماران خواهند گذاشت و ایشان را شفا خواهند داد. آمین. دعا کنم به نام عیسی مسیح امروز هر کسی که مریضه و احتیاج به شفا دانه در نام عیسی مسیح برای شفا طلبنم و به قدرت نام عیسی مسیح امروز هر بدبختی و بیچارگی به قدرت نام عیسی مسیح بیرون آکنیم از ایران و از خداوند ما عیسی مسیح ایمان دانم خانم که ایران و ایرانی سرافراز بکنه و ایران ما رو پیروز بکنه. به قدرت نام عیسی مسیح امروز زندگی های همه ایرانیان تحول درش ایجاد بون و واقعا بدونیم که زندگی با خداوند کردن چقدر شاد و خوبه. شما رو به دستای خداوند سپرنم، به همون خدای زندگی که به خاطر من و تو روی صلیب بوشو و قیام بوده از مردگان. شما رو به خدا سپرنم تا هفته دیگر. بدرود.